رهبر طالبان دستور مسدود کردن کسب و کار عباس ابراهیم زاده را صادر کرد عباس ابراهیم زاده می میگوید که یک بخش بزرگ تجارت وی در بخش نفت و گاز به مرد پاکستانی و پشتون تبار داده شده است سلام بر شما وقت بخیر امروز 27 اکتبر 2023 میلادی است و برابر با 4 به سال 1402 هجری شمسی ملا حیبت الله آخونزاده رهبر طالبان دستور مسدود کردن همه شرکت ها، بیمارستان ها، شهرک ها، کارخانه های تولیدی، پم های بنزین و دیگر مکان های کسب کار متعلق به عباس ابراهیم زاده مشهور به عباس دالر، سیاست مدار و بازارگان کشور را صادر کرد. آقای ابراهیم زاده در گفتگویی که با اندپندنس فارسی داشته این خبر را تایید کرده و اضافه کرده است که تجارت او در بخش نفت و گاز با یک مرد پاکستانی و پشتون تبار به اسم محمد حسن داده شده است آقای ابراهیم زاده گروه طالبان را متهم بر رفتارهای قومی کرده و میگوید به دلیل آن که محمد حسن پشتون تبار است از همین طرفن استفاده کرده و در یک محکمه به گفته او تمام دارایی هایش در بخش نفت و گاز را به این مرد پشتون تبار داده است که تابعیت پاکستان را دارد اندیپندنس فارسی نیز گزارش کرده است که اسنادی به دستشان رسیده که نشان میدهد این دستور را الله هبت الله آخونزاده رهبر طالبان صادر کرده و خطاب به حاجی یوسف وفا ولایت بلخ نوشته است که باید تمام دارایی‌ها ها کسب کار و تجارت عباس دلار متوقف شود همچنین هیئت موظف و بررسی شرکت های متعلق به آقای ابراهیم زاده شده است عباس ابراهیم زاده بازارگان و صاحب کسب و کار و سیاستمدار مدار بار است که نزدیک به 35 تا 40 سال می شود که در شهر مزار شریف سرگرم فعالیت های اقتصادی و تجارتی است. او یکی از افراد سرمایه دار در شمال کشور است و به همین دلیل مشهور به عباس دلار شده است. عباس ابراهیم زاده دو دوره به عنوان نماینده مردم بلخ در مجلس نمایندگان در حکومت پیشین نیست کار کرد پس از فروپاشی دولت اما او مثل بسیاری از رهبران سیاسی و تجاران افغانستان را ترک کرد با وجود که بسیاری از شرکت های او در افغانستان فعال بود خودش اما مصرف برخ تجارت های دیگر در خارج از کشور شد اندپندنس فارسی میگوید در نامه ای که در مورد مسدود شدن شرکت ها و دارایی های عباس ابراهیم زاده صادر شده است آمده است که چندین بار حکومت طالبان از وی خواسته که به افغانستان بیاید و به روند تحقیقات کمک کند اما ابراهیم زاده حاضر نشده است که به افغانستان بیاید عباس ابراهیم زاده ما در گفتگویی که با این رسانه داشته است تایید کرد که رهبر طالبان دستور مسدود کردن 19 کسب و کار او صادر کرده است آقای ابراهیم گفت که افغانستان در شرایط دشوار کنونی به سرمایه گذاری بر تجارت نیاز دارد اما طالبان با نگاه قومی تأسیسات تجارتی ما را مسدود کرد کارمندان دفاتر ما را کوتک زدند و حتی به بیمارستان های ما اجازه فعالیت نمیدهد این در حال است که طالبان گفته است که تمام سرمایه گذاران می تواند بدون هیچ موانعی در داخل کشور سرمایه گذاری کند. عباس برامزاده اما میگوید که طالبان برخلاف این از او که صاحب کسب و کار از حدود دو میلیون دلار به نام مالیات تقاضی کرده و اکنون کسب و کارهای او را مسدود کردند ابراهیم زاده میگوید که چند خانه نیز در کابل و مزار شریف دارد که در دو سال گذشته از سوی طالبان و فرماندهان این گروه غصب شده است